صحبت کردم، بهش گفتم ماهی 3 روز مرخصی به اضافه ایه. الان 6 ماه که من مرخصی ندارم. به عبارت میکنم 24. قربونت برم گرسنت کن. خیلی خواستم یه غذای بهتر درست کنم ولی دیگه گفتم سرد میشه. همینم هم خوبه، خیلی خوشمزه شده، دست در نکنم. خوب شد من اومدم، حوصلت سر رفت اونجا. نه بابا، زوده برای حوصله سر رفتم، من کاش نمی اومدیم. شب جاده خطرناکه، من نگرانت میمونم. یه شب اول میخواستیم با هم شام بخوریم دیگه. من یه سال دیگه هم همینو میگم. جادهش هم بعد تاریک، اصلا من گفتم من پیدا نمی کنم اصلا دیگه. شانس آورم این خوش کش 152 تو نباشی یه برای ایزان منم، هر چی تو بگی منم. نه 152 مرکز 152. بله خسته نباشی. توجه بفرمایید لطفا، از کلانتری 140 گزارش شده حدود یک ساعت و نیم پیش یکی از کارکنای آسایشگاه روانی مهران در محدوده رحیم آباد از محل کار با اتومبیل شخصی خارج شده. حدود نیم ساعت پیش جنازه ایشون توسط گشته کلانتری 140 در حاشیه جاده رحیم آباد به کلاچار کشف شده. مشخصات اتومبیل مذکور: یک دستگاه بیوک کرمی با یک زدگی در در سمت راننده می باشد. از آسایشگاه هم گزارش شده که یکی از بیمارهای آسایشگاه هم مفقود است. ظاهرا بیمار آسایشگاه با اتومبیل مذکور فرار کرده. محدوده کلانتری ما در حال حرکت است. لطف بفرمایید در محدوده گشتی کسب اطلاع بفرمایید، هر گونه اطلاعی کسب کردین سریعا گزارش بفرمایید. دریافت شد مرکز. 152 دریافت شد. 152 دریافت شد. مواظب خودت باش، درهای ماشینم قفل کن، من هر جا تلفن پیدا کردم بهت زنگ میزنم، مطمئن شم رسید. باشه، نگران نباش قربونت برم، تو خیلی مواظبت کن.
خوش اومدی. خیلی ممنونم. الو مرتضی، بیا بالا یه اتاق تعمیر بده. مرضیه، مرضیه جان پاشو بریم بالا رو تخت بخواب. میتونیم بگیم قیافش شکلی بود؟ والا قیافش رو دقیق ندیدم. یکی بود مثلا همیکل شما، موی مشکی، لباس تر تمیزی داشت. رفت اون صندلی نشست، دو تا هم غذا سفارش داد. من همجوری پشت صندوق مشغول بودم، احساس کردم با یکی داره حرف میزنه. برگشتم نگاه کردم، دیدم که هیچی نیست، ولی انگاری داره با صندلی کناری صحبت میکنه. غذاش که آماده شد، کارگرمون دوتا غذا رو گذاشت جلوش، خودش آروم آروم یکی رو هل داد سمت همون صندلی کناری. آخر سرم که حساب کرد رفت، بشقاب خودش که تا ته خورده بود، ولی اون بشقاب کناری همجوری دست نخورده مونده بود. مرکز 147. قربان، پرسیدن توی یه ساعت گذشته مسافری داشتین یا نه، من هم شما رو عرض کردم. الان دم در منتظر شما. رسپشن میگفت تازه رسیدین. آره تازه که حدود نیم ساعته. میخواین در عقب باز کنم راحت تر بگردیم؟ نه نیاز نیست. از تهران تشریف میاریم؟ بله. چند نفرین؟ دو نفر، من و خانوم. اینا رو از رسپشن هم میتونستیم بپرسیم. میخواستم با خودتون صحبت کنم. اینا عکسشو عوض کنیم بیشتر شبیه الانتون باشه. مشکلی هست؟ نه، مشکلی نیست. میتونم برم؟ بفرمایی. شب بخیر. آقا ببخشین، تو را که میومدین احیانا یه بیوک ندیدین در سمت رانندشم خورده باشه؟ حدود نیم ساعت قبل از اینکه برسیم هتل، احساس کردم یه ماشینی افتاده دنبالم. خانومم عقب ماشین خواب راه نمو زدم بهش، را دادم سبقت میگیرم، ولی همینطوری پشت سرم میامد. هر کاری کردم که از شرش خلاص شدم، ولی بازم دنبالم میره. یه جا سرعتم رو زیاد کردم و یه دفعه زدم کرد. رفت جلوتر و ایستاد و از ماشین پیاده شد. قیافشو نمیدیدم. دستشو بلند کرد و اشاره کرد که راه بیفت.
یکم هم همونجا وایستاده من رو نگاه کرد. بعد سوار ماشینش شد. فکر کردم میخواد بره و بیخیال شد. یه چراغای دنده عقبش روشن شده، حرکت کرد به طرف من. سمت چپم یه فرعی خاکی بود که میرفت داخل جنگل. اونم داشت همینطوری به هم نزدیکتر میشد. پیچیدم داخل فرعی و یه جا از خاکی هم خارج شدم و رفتم پشت درخت و ماشین خاموش کردم. بعد از چند لحظه اومد داخل فرعی. وقتی داشت از جلوم رد میشد دیدم که درش رنگ شده بود. یکم که دور شد چرا خاموش اومدم داخل جاده اصلی. بعدم دیگه ازش خبری نشد. من اینا رو برای اون یکی همکارتونم تعریف کردم، ولی گفت از اینجور کرد کلا پیش میاد تو جاده. کدوم همکارمون؟ تو جاده قبل از هتل برای یه پلیس همه اینا رو تعریف کردم. حتی گفتم که اولین هتلی که ببینم شب همونجا میمونم. مرکز 152 مرکز. ما جاده فری هم پیدا کردیم قربان. بله موقعیت رو بخواهی 152 لطفا. بله خودش جاده امامزاده یحیاس قربان. جاده امامزاده یحیا تو محدوده کلانتری 140 لطفا فرمایید توقف فرمایید همونجا، من درخواست نیرو کنم. دریافت شد تمام، منتظر باشید. یکم اگه بریم تو نشونتون میدم کجا رفتم لیدرم. همینجا پیچیدم رفتم اون پر. ماشینم بهش گفتین یه بیوک کرمیه؟ بله. پلیسی که میگی باش صحبت کردی مشخصات ماشینم بهش دادی؟ بله، حتی بهش گفتم تا این تو اومد دنبالم، ولی ظاهرم براش مهم نبود. پس چرا کسی اینو گزارش نکرده؟ شاید اون موقع براش مهم نبوده باشه، اما بعد این همه جریان ها باید یه چیزی میگفته دیگه، نه؟ ولی من خودم باش حرف زدم. شاید مأمور اون یکی مرکزتون بوده. مگه نگفتن اینجا تو محدوده شما نیست؟ شما لطفاً تو ماشین بمونید. آقا لطفاً پیاده شین، شما با همکارم برمیگردین. چیزایی که برای من تعریف کردین برای اونم بگین. گزارشتون رو ثبت میکنن بعد براتون میگردونم هتل. اگه شما منو برنمیگردین چه گزارشی؟ واسه شما تعریف کردن. ببین یه نفر مرده، شما هم ماشین مظنون رو دیدین، الان شاهد قتلی. اینجا هم توی منطقه اوناست، باید گزارش استشهاد پر کنن. اگه همکاری کنین زود تموم میشه.
منم برگشتنی سر راه میرم هتل برای همسرتون پیغام میذارم که نگران نشی. کسی جواب نمیده. عرض کردم که آقایشون تنها اومدن، کسی همراهشون نبود. این که گفت با زنش اومده، شما چرا به من نگفتین؟ خب آقا شما فقط پرسیدین تو یکی دو ساعت پیش مسافر داشتین یا نه، منم گفتم بله. یعنی اتاقی که گرفته یه نفر است؟ نه، تختش دو نفر است. خب خیلی اینجا تنها میان ولی تخت بزرگ میخوان. الو مرتضی هنوز نرفته؟ یه دقیقه بفرستش بیاد بالا. کسی که داره فرار میکنه چرا باید خودش رو تو درده سر بندازه؟ فکر نکنم خودشان بدونه داره فرار میکنه. کسی که داره فرار میکنه که نمیره تو رستوران بشینه غذا بخوره. احتمالا خودش هم باورش شده با زنش اومده سفر. این داروی خیلی قویه. شما از این دارو مصرف میکنین؟ خانمم افسردگی داره، داروی اون نباید دم دستش باشه. به خاطر این بیشتر روزا اینه یه مورد خواب. شما از کجا میدونید داروی قویه؟ فقط خانم شما نیست که مشکل افسردگی داره، خواب طولانی یکی از عوارضشه. تو طولانی مدت حافظه رو خراب میکنه. سعی کن نذاری زیاد بهش وابسته. مرکز 147 بیکو پیدا کردم. مرتضی این مسافر اتاق 103 یادته؟ بله آقا، خودم چمدونشونو بردم بالا. اون مگه تنها نبود؟ بچه به پلیس گفته با زنم اومدم. آقا صندلی عقب ماشینش یه خانمی خوابیده بود، هر چقدر صداش کرد بیدار نشد، آخر سر مجبور شد خودش ببرتش بالا. یعنی چی خودش ببره بالا؟ یعنی کولش کرد. آقا این فکس داره. الو نه آقا این وسطش قطع شد، این دستگاه تازه آوردن، منم خیلی وارد نیستم، اگه بشه یه بار دیگه بفرست. ۱۳۹۱-۷۵ Thank you.
مرکز 147. مرکز، تو ماشین یه جنازه پیدا کردم. تکرار میکنم، توی صندوق ماشین جنازه است. زیر پای من افتاده بود. خواب بود موقعی که اتاق گرفتم. ما سختم هتل دیدش وقتی بردمش بالا. لطف کن اصلاحی من رو بذار زمین، چند قدم هم برو عقب راجبش حرف میزن. من خودم آوردمش که بدمش به شما. خوبه، پس لطفاً همین کار رو بکن. اینجا محدوده ی گشت شماست. اینجا انتهای محدوده ماست. همکارتو نمیشناسی؟ این همون پلیسیه که باش حرف زدم. از واحدهای گشتی دو تا منطقه همچین گزارش رو دریافت نکردن. شاید قبل از اینکه بخواد گزارش رو بده مرده. فقط فکر میکنی کسی دنبالت افتاده، خیال میکنی با زنت اومدی سفر، فکر میکنی با یه مامور پلیس حرف زدی. من فکر میکنم تو خیال میکنی مأمور پلیسی، که هم حلقتو هم اسلحتو جا میذاری. مرکز 152. مرکز، این آقا که با محمود راست میگه، زنش توی اتاقه. من سر شب زنم برام شام آورده بود، بعد تنها برگشت تو جاده. الانم هرچی زنگ میزنم جواب نمیده. منم نگران شدم، اومدم اتاقشون رو چک کردم. هتل نور، آقا با من صحبت بکنید. 54 54.
قبلش یادم نمیاد. تو جاده بودیم با دوستم، چپ دارو آتا بزنید.